سلام دوستان وقتتون به باشه با شبنامه در خدمت شما هستیم چهلوم محسا امینی در ایران چه گذشت چگونه گذشت این رو میخوایم با هم دیگه بررسی بکنیم ببینیم که جنس اتفاقات دیروز از چه شکلی بوده و به چه شکلی بوده و چطور باید تحلیلش بکنیم یک دور فضا رو با همدیگه بررسی بکنیم کنیم چند روز مانده به چهلوم محسای امینی فراخانهایی در شبکه اجتماعی زده میشه از سوی کاربرهای شناخته شده طرف رپر بوده توییتش رو دارید مشاهده میکنید فراخان زده که اصله اگر تونستید به دست بیارید جنایت بکنید نترسید و چیزهای از این دست شروع کردن دعوت به حمل سلاح و جنایت های از این دست توییتر و اینستاگرام هم ظاهرا کاملا با اینها همراهه این شما اگر همین الان یک همچین چیز رو در خصوص کشور فرانسه بنویسید سفت و سخت با شما برخورد میشه ولی در خصوص ایران اصلا همچین چیزی نیست اصلا آرزوی اونها اینه که در جایی به نام خاورمیانه کشوری است که قدرتمنده موثر ایفای نقش خوبی هم در منطقه خودش داریم بلا به سرش بیاد چون اونها به همه چیز این منطقه نیاز دارن بریم فضا رو بررسی کنیم ابتدای ساعت آغازین ویروس خبری در رسانه منتشر میشه تحت اون که آقا چه نشسته که علی دایی و بازیکن از این دست بلند شدن رفتن یک هتل در کردستان قرار هست در مراسم مهسا امینی شرکت بکنن بعد فیلمای منتشر میکردن آتش‌سوزی در مقابل هتل تظاهرات در مقابل هتل مردم شنین گفتن مردم شنان گفتن آقا اصلا ایشون تهرانه ایشون کردستان نیست بقیه‌شون هم کردستان نیستن با کی کار داری در شبکه اجتماعی نه مردم تصورشون این بود که این ایران مجازی که شکل گرفته مردم تصورشون بود که نه علی دایی بلند شد رفته اونجا تو اون هتل اینا به ما نمیگن حتما اونجا حضور داره تو مراسم میخواد بره و دشقیم هم دورشی گرفته تو اتاقای دورور همه الان شنوده نیروی وزارت اطلاعات این ور همه نشستن دارن شنود میخوام علی آقا چی میگه تو اتاق چ... اصلا تهران عزیز دل اونجا حضور نداره ببین ایران مجازی وقتی فاصله پیدا کرد با ایران حقیقی داستان میره به سمت سوریه سازی چرا میره به سمت سوریه سازی یک بار لطفا تمرکز بکنید رو نکته که به شما میگم تو ایران مجازی جنایت رقم میزنی جنایت رقم میزنی از کشته شدن انسان ها میگی در صورتی که اتفاق نیفتاده مردم خشمگین میشن مردم عصبانی میشن مردم دوست دارن که پاسخ داده بشه و تو فرصت پیدا میکنی چون وقتی در ذهن مردم آدم کشی وقتی در ایران مجازی آدم کشی حالا فرصت پیدا میکنی کف خیابون های ایران نیروهای نظامیشون رو بکشی و انتظار داشته باشی که مردم در ایران مجازی هورا بکشن انتظار بعیدی نیست دیگه ایران مجازی با ایران حقیقی فاصله داره تو تو ایران مجازی به دروغ داری آدم کشی انجام میدی مردم عصبانی میشن و تو ایران حقیقی نیروهای نظامی شونو میکشی بعد اونهایی که افز مجازی این چه اتفاق خوشحال میشن چون نمیفهمه ایران مجازی حالا اتفاق اصلی چیه ایران حقیقی داره منطبق میشه بر ایران مجازی آتش افروخته ای که ساختی ایران حقیقی داره شبیه میشه به سوریه دقت شد بازی خیلی واضحه وقتی مجازی شما با حقیقی شما فرق داره و دیگرانی به خوبی این رو فهمیدن که باید ازش استفاده بکنن بهره برداری بکنن بازی به هوشمندانه ترین شکل ممکن خودش رو جلو میبره بریم جلوتر ببینیم ابتدای دیروز چه اتفاق میفته ابتدای دیروز خبری از زاهدان منتشر میشه تصویر رو روی صحبت ما مشاهده دو نیروی نظامی رو غرق در خون داره نشون میده و اینها کسانی هستن که دیروز به شهادت رسیدن ببین یک مسئله رو بدون تعارف و سریح باید با هم ببن. توی زاهدان فردی به نام حمید اسماعیل زهی که مسئول نماز مسجد مکی ایشون مدام داره مردم رو تحریک میکنه به جنایت مشابه همون ایران مجازی است که به شما گفتم ها وقتی شما مدام تحریک میشی به اینکه آقا دارن شما رو میکشن دارن جنایت میکنن علیه شما دارن سرکوب میکنن وقتی این مدام در ذهن شما شکل میگیره حالا بستر آماده میشه که در میدان انسانهایی رو بکشن نیروهای نظامی رو بکشن نیروهای مدافع امنیت رو بکشن و تو خوشحال بشی چرا چون تو فقط اخبار رو از حمید اسماعیل زهی میگیری حمید اسماعیل هم داره میگه اینا دارن جنایت میکنن خب اگر جنایت میکنن کشته تو هر روزی که من دارم با شما صحبت میکنم هر چند روز یک بار خبری داره منتشر میشه از ترور یک نیروی نظامی در جنوب شرق کشور گروهک ها اونجا رسما دارن فیلم و عکس های منتشر میکنن از مانوف که آن سوی مرز برگزار کردن یک نفری هم داری هر جمعه میاد مردم رو تحریک میکنه آقا این تو زمین گروهک هاست یا تو زمین شما ما میدونیم گروهک ها به امارات و عربستان وابستن ما میدونیم سرویس های اطلاعاتی امارات بین اینها رفت آمد دارن حمید اسماعیل زهی تو زمین اوناست تو زمین ما خب پس یک نفر توی شرق کشورت در جنوب شرق کشورت که شبکه های اجتماعی به آن صورت مثل دیگر نقاط مورد استفاده قرار نمیگیرند داره این بازی رو علیه افکارومی انجام میده او صحنه گردانی داره میکنه افکارومی رو هی متنفر میکنه تحریک میکنه خشمگین میکنه از منبری که باید دعوت کننده به وحدت باشه شما به تعداد مسجد مکه زاهدان منبر هزاران هزار در کشور داری یه لحظه تصور کن همین الان همه علمای شیعه بیان پشت ها شروع کنن تحریک کردن چه اتفاقی میفته فردا کشور روی آرامش نمیبینه اگر روی کشور غیرت نداشته باشن همچین کاری میکنن درسته اگر بی غیرت باشن اگر سگ امارات باشن اگر سگ عربستان باشن ایران براشون مهم نیستش که یک بی وجودی هستن که با پول امارات با پول عربستان مسجد خودشون رو ساختن از ظرفیتش حالا استفاده میکنن برای به آتش کشیدن ایران آقا قابل تعامله این چیزی که داره در جنوب شرق کشور اتفاق میفته قابل تعامله خب استارت در زاهدان میخوره در زاهدان دو نفر به شهادت رسیدن دو نفر نیروی مسلح در شبکه شومی چی اتفاق افتاده گفتن که آقا ما تجمع مسالمت آمیزی انجام میدهیم و اگر به خاک و خون کشیده شد و کسی کشته شد کار حکومت است نه آقا یا مخاطب خودشونو گیج و گنگ پیدا کردن و بفهمیدن هم زمانی که دعوت میکنن به صلاح ببین یه جایی هست تو میگی من مسالمت آمیز تظاهرات میکنم پس اگر کسی کشته شد کار حکومته اینو تا حدودی میفهمیم تا حدودی نمیفهمین یه جه هست مخاطب انقدر شوته انقدر تعطیله تو هم زمانی که داری بهش میگید صلاح وارد آدم بکش همزمان داری میگه کار حکومته یعنی ببین دیگه چقدر ابله طرفو فارسی کردن چقدر بستر ذهن این مخاطب رو برای سوریه کردن کشورش آماده دیدن که اینجوری دارن باش بازی میکنن خب این اتفاق با بخشی از کسانی که مخاطب سود اینترنشنال هستن در روز گذشته اتفاق میفته ماجرای زاهدان خبرش منتشر میشه یه خورده میریم جلوتر یک ریزش عجیب و غریب در متروپول آبادان اتفاق میافته. ادامه اون سازه و بقیه اون سازه ریزش میکنه و یکی دو نفر به رحمت خدا میرم من ساده یه چیزی خدمت شما عرض بکنم از این سازه اگر چیزی مونده توی یک عملیات تخریب مهندسی شده بقیه‌اشم بیارید پایین منتظر این دوباره یه ناآرامی تو کشور تو اتفاق بیفته بقیهش رو یه موقع دیگه بیارن پایین باز داغهایی رو زنده بکنن بخش رو کلافه بکنن کشورتون رو به هم بریزن خب این بدیهیات این بدیهیات رو چطور باز متوجه نمیشن ادامه این سازه در اون بازی زمانی ریزش میکنه شما نیاز داری که ذهن ها بریزه به هم کلافه بشن همه همه هی اتفاقات منفی تو ذهنشون بیاد و بره حالا یه دونه هواپیما هم نیاز داری بیفته باید تو متروپول یادآوری کردی جنایت داری رقم میزنی خشونت داری رقم میزنی یه دونه هواپیما هم نیاز داری بیفته که بیای قشنگ هواپیما اوکراینی رو هم زنده بکنی در ذهنشون اینو گوشه زتون داشته باشی الان مشکل ندارم بدون جلوتر همزمانی که این اتفاق داره میفته به یکبار عملیات تروریستی از شیراز شما همچنان همین بازیرم که نگاه میکنی روی ریل قومیتها داره این ها از زاهدان شروع کرده بعد رفته متروپول آبادان بعد اومده یه سر شیراز تو شیراز داعش رسما اومده وسط میدان جنایت کرده بعد بیانیه داده گفته که من حمایت میکنم از اونهایی که در مقابل حکومت رافضی ایران ایستادن و میخوام دفاع بکنم از اونهایی که کشته شدن بعد از ناآرامی های محسا امینی رسما مثلا داعش با یه من ریش اومده هم آغوش شده با مریم نمازی با اون عکسایی که از هیکل لختش منتشر کرد اصلا طنز یعنی این ترکیب مثلا سمی رو هر کجای دنیا بگی بهت اون چجوری به اون افراطی اتفاق افتاده چجوریشو نمیدونم ولی داره اتفاق میفته بریم جلوتر بازی رو خوب دقت بکنید بریم جلوتر همزمان خبری دیگر در رسانه ها منتشر میشه در این خبر اعلام میکنن که یک هواپیما در مسیر یزد مشهد دچار اختلال شده این هواپیما رو فرود آوردن به خاطر اختلال هایی که داشته و به اصطلاح خود اون از ادامه مسیر شلوگیری کردن دوستان خوب دقت بکنید ابتدای ناآرامی ها در داخل ایران وزارت اطلاعات رسما و یعنی داد گفت دو تا هواپیما رو ما رفتیم بررسی کردیم اینا قص اخلال ایجاد کردن در این دو تا هواپیما رو داشتن برای چی برای اینکه یک سقوط رقم بزنه یک فاجعه اتفاق بیفته برگردیم به چلو مسا تو زاهدان آدم کشتن توی متروپول ساختمان رو ریختن ادامش رو یک ذهنیتی به وجود آمد که آقا این دوباره اون خاطرات زنده شده یه هواپیما نیاز داشتی که بزنی این هواپیما خدا رو هزار بار شکر که با آرامش فرود آمده با وجود اخلالی که داشته و مشکلی هم برش پیش نیومده خبرش مون در رسانه منتشر شد همزمان در شیراز هم اتفاقاتی رخ داده آقا میتونم بگم که کار خودشونه یا نه دارن میگن اصلا رسما دارن میگن میتونم بگم چی رسما دارن میگن هواپیما رو میخواستن بزنن بندازن بعد بگن که خودشون دارن این کارها رو میکنن که خروش ملت ایران مدیریت بشه بریم جلوتر همزمان با این اتفاقا خبر دیگری از ملایر در رسانه ها منتشر میشه که یک پاسار توسط نیروهایی به شهادت رسیده این افراد بهش حمله کردن و به سمت شلی کردن و او رو به شهادت رسوندن یک خبر مشابه در تهران منتشر میشه عکس و فیلم های منتشر میشه از پرتاب نارنجک به سمت یک نیرویی که نیروی مدافع امنیت بوده آ همه اینها اتفاقیه آن چیزا که میبینیم نه این خشونت هست برای خشونت خشونت هست برای خشونت چرا به خاطر اینکه من باید آتش تروریسم شهری در ایران رو شعله کنم آقا هرچی مثلا این هیچ کس میاد میگه که بچه ها توفنگ دست بگیرید هرچی اون یکی مثلا تو ماج این همه مخاطب داشت چی چی داشت فلان داشت میاد میگه که کسی دست خالی نره تو خیابون سلاح به کسی توجه میکنه اما میگم پدر داشت شما نشستین ترکیه و کجا و کجا پولاتونو گرفتین امکاناتتونو گرفتین جستتون هم دارید دارن به شما اعتبار میدن بعد ما بریم جنایت بکنیم کشور خودمون بکشیم نه همچین نمیفته خب در دیوونه هم بین اینها پیدا میشن دیگه کسانی که تحت تاثیر باشن همچین کارهایی بکنن همه این شکلی نگاه نمیکنن می که در دیوونه هم وسط داستان نباشه تکفیری هایی هستن که بیاین روی این موج سوار بشون از این استفاده بکنن ببین با ابزار رسانه داره جنایت در خیابان های تو رقم میزنه من دیروز فقط میخوام بهش بپرسم تو افکار عمومی در شبکه شما یه چیز دیگه روایت میکنه روایت در کاملا متفاوته تلاش میکنه که به مخاطب بخوناند که این کار خودشان است کار خودشان است این چیزی که الان شما داری میبینی اتفاقی که شما دیروز در ماجرای چهلم محسا امین دیدی ما در ابتدای بحران سوریه در الجزیره از سوی الجزیره قطر و های مشابه شاهد بودیم اینا همین داستان رو با سوریه انجام دادن بلایی هست که اینها سر سوریه آوردن هر روز نگاه میکردن یه بحرانی یه دلغکوازی یه شایعی در رسانه ها که اصلا در سوریه نبودن تو قطر مستقر بوده توی عربستان سوریه العربیه مستقر بوده اینا داشتن آتش رو همجور می همشون متحد شده بودن علیه سوریه سوریه هم مردمش نمیفهمیدن. فهمیدن نگاه میکردن اون فراسل خطیب و همسال اینها رو نگاه میکردن اونم داشتن تحریک میکردن دوستان من یه چیزی ساده خدمت شما عرض کنم این وطن ها و بیشرفهایی که ما در حوزه رسانه در سود اینترنشنال و امثال ها داریم اگر اون موقعی که داعش در میدان سوریه اعلامه حضور کرد اینها وجود داشتن و اینها فعالیت رسانه‌ای داشتن میکردن مطمئن باشی در اون بازه زمانی یه جوری شما یه مخاطب رو تلاش می‌کردن بین یک پیوند قلبی با داعش به وجود بیارن و تلاش می‌کردن که داعش جنایتکار رو زیبا جلوه بدن شک داری برید به توییت بازی های دیشب اینها مراجعه بکنید ببینید چیا گفتن داعش هم همزمان بر گرفته نیروی عملیاتیش در میدان بوده بیانیه هاش هست حرفایی که داره میزنه وجود داره خوشحالیش توی کانال های تلگرامی و پیج های اینستاگرامیش و گروه وجود داره همین گروه های داعشی اینا دارن یک روایت دیگری به مخاطب ارائه میدن و متمرکز هم شدن روی قومیت ها متمرکز شدن به شدت روی قومیت ها برای اینکه آنها آرامش فکری نداشته باشن و در زمینی که این افراد میخواهند بازی بکنن بریم جلوتر دو تا مسئله مسئله اول اینکه شباهت های بین اتفاقات امروز با اتفاقات 88 وجود داره یکی از شباهت اینه که همونایی که 88 در کنار هم متحد شدن بعد دوباره همدیگر رو فش دادن تا 1401 همدیگر فش این به اون گفت تو تجزیه طلبی اون موقعی که گفت فلانی این از فش دادن به اون نون میخورد گفت شما تجزیه طلب ها من آمدم که ایران من فلان اون یکی به این فلان میگفت پدرخونده همشون آوردن کنار هم این شباهت اول شباهت دوم ببین در ماجرای 88 شما نگاه میکردی میدیدی که یک نفری پیدا شده به نام عبدالمالیک ریگی رسما این رو دارن میارن توی تلویزیون های آن آب صدای آمریکا رسما با این مصاحبه گرفت عبدالمالیک ریگی اومد یکی دو تا از جنایت رو روی آنتن صدای آمریکا شروع کرد توضیح دادن و اون موقع یک چیزی اعلام کرد که خیلی رسانه نشد گفت من اعلام آمادگی دارم که نیروهای جنبش سبز و جوانهایی که میخواهند با این حاکمیت بجنگن به رو بهشون آموزش نظامی بدم. یک تروریست به معنای تروریست اینجا داشت تلاش میشد که به عنوان یک لیدر مسلح به افکار عمومی معرفی بشه نتونستن اصلا به قیافش نمیخوا مردم جنایتکار رو از 500 کیلومتر تشخیص میدن مردم با هم هزار یک مشکل دارن تشخیص میدن دار. ببین در این ماجرا داره با داعش این کارو میکنه داعش بیانیه داده که من حمایت میکنم از اعتراضات مردم ایران با کومله داره این کارو میکنه کوموله ایران میکنه من حمایت میکنم از این به اصطلاح خودم اعتراضی کار مبارزاتی میخوام انجام علیه حاکمه با تجزیه طلبای جنوب شرق کشور تو داره انجام میده اونایی که تو زاهدان هستن آقا قابل تحمل هست یا نه داره جنایتکار رو برای اینکه اعتراضات رو بهش پیوند بزنه رسمیت بهش میده و معتبر میکنه یا نه خیلی واضحه چرا داره این کارو میکنه من ساده خدمت شما عرض میکنم تو وسط میدان هستی من میخوام تروریست ای مسلح به تزریق بکنم به اعتراضات چجوری این کار انجام میدم تو رو میتونم آموزش بدم هرگز هرگز کار ساده نیست و قبلا این کار رو, رو میکردم می الان فرصت ندارم که بهترین راه این هست که فضا آماده بشه ذهن تو هم آماده بشه اینها رو هم در کنار خود ببینید بعد اینها بیان یواشوش به اعتراضات تو اضافه بشن که چه چی چیزی رخ بده که موج تو زنده بشه تروریسم شهری برای آبان ماه همونطور که یک ماه پیش خدمت شما برای آبان ماه زنده بشه بعد ادامهش بدن ببرن در دیماه برسننش به ماجرای هواپیمای اوکراینی طول این ترش نمیکنم همه چیز این بازی مشخص است. یک سری از افراد باید این وسط تنبیه بشوند خیلی مشخص رژه هستن هستند گردانندگان جنایتکارهای عملیات دیشب یه سری افراد باید سر جاشون نشانده بشون نمیشه آقا شما در زاهدان نشستی هر جمعه داری سخنرانی میکنی عدهای رو میاری کف خیابون یک جمعه سخنرانی کردی دهها نفر کشته شدن 230 میلیارد تومان تا 300 میلیارد تومن هزینه ای هست که اومدن برآورد کردن برای اون مرکز جراحی که توی زاهدان ساخته شده بوده به داد مردم برسه در آتش عراجیف به شما یک دو اومدن آتش زدن خب شما شپشوها رو ما میدانیم که امارات هزینه رو میده شما مشکلی ندارید برای بست پول مردم زاهدان مشکل دارن چرا هر هفته باید این اتفاق بیفته چرا هر هفته یک دو باید تحریک بکنن چرا هر هفته یک دو باید در زمینی بازی بکنن که اون زمین زمین با آتش کشیدن قومیت های ایرانه چرا سرجاشون نباید بشن اینها اینا آدمای نترس نیستن اینا مثل سگ میترسن بزلن نگاه بکنید دو هفته پیش زمانی که کشور رو با آتش کشیدن در زاهدان انقدر وحشت زده بودن از بعد از خونریزی که انجام شد سری اومدن جلو دورین گفتن ما به این آشوبگرها رب نداریم اینها رو باشون برخورد بکنید دو هفته گذشت ترسشون کریخ دوباره اومدن توی همون منبر نماز رومه. گفتن که بسم الله الرحمن الرحیم اینها مردم را کشتن بعضی جاها میگن 90 نفر اینا بزدلن با این بزل ها باید قاطع برخورد کرد آقا باید سریح برخورد کرد برخورد باید بدون تعارف باشه هم با این افراد هم با اون سلبریتی هایی که دارن به اینها پاسگل میدن پرویز پرستی همسل اینا صلاحیت داشتن این تلفن همراه ندارن اینا صلاحیت حرف زدن ندارن اینا فقط به درد همون ایفای نقش این فیلم ها میخورن اینا دارن پاس گل میدن به این افراد اون داره جنایت میکنه و وسط میدان این داره تسلیت زاهدان میگه آ اینا خیلی چیزای بدیهیه چرا داری این بدیهیات رو تلاش میکنی نفهمی انتظار میره که قاطع با اینها برخورد بشه با گردانندگان عاملان جنایت گردانندگان عامل جنایت همون کسانی هستن که در عربستان نشستن علیه ما توطئه میکنن تا کی میخوای بشین به اینها نگاه بکنی امنیت ملی مهم هست یا نه باید با اینها برخورد بشه و این برخورد اگر صورت نگیره شما باید بنشینید تا دی اینها همین بازی رو به همین شکل با کشور شما ادامه بدن و فضای کشور شما رو ملتهب نگه دارن جامعه هم منتظر نباش که خیلی دقیق بازی رو بفهمه بخشی از جامعه شما گیج گیجه اکثریت جامعه آگاهه بخشی از جامعه گیج گیجه او از سعودی ها و امثال اینها ماجرا رو دنبال میکنه و مسائل رو نمیخواد بفهمه اگر امنیت ملی مهمه و اگر برای شما آرامش این وطن چه اونهایی که موافقت هستن چه اونهایی که مخالفت هستن مهمه نیاز داری که یک قاطعیت در برخورد با این ماجرا و مسئله که رخ داده از خودت نشون بدی تو نایترش نمی کنم فکر کنم تو همینجا کافیه <مختلف> اگر احساس کردین نکته ای در قالب پیام برای من بفرستین دیدم که نیروهای مسلح ایران بیانیه های دادن گفتن که انتقام میگیریم پاسخ سخت میدهیم به این ماجره ها امیدوارم هم امیدوارم هم خوشحالم این بیانی ها رو میبینم خوشحالم چون احساس میکنم که با توجه به گذشته که از این نیروها سابقه داریم و دیده احساس می‌کنم که به یاری یک سیلی سخت آن کسانی که دشمنان وطن هستند به واسطه خونهایی که از عزیزان ما ریختند خواهند خورد نکته ای ندارم اگر اسیس که این نکته از در قالب پیام برای من بفرستید؟